قدیما اینطور نبود که شیر آب رو باز کنی و راحت آب سرد و گرم داشته باشی. پس چطور مردم آب برای مصرف روزانه رو تامین می کردن؟ اصلا چرا ما به این یا این یا این میگیم شیر آب؟ با ما همراه باشید تا ماجرای آب در تهران و این اصطلاح شیر آب رو براتون تعریف کنیم. قبل از سال 1334 که آب لوله کشی به کوچه و خیابونای پایتخت راه پیدا کنه، پیدا کردن آب تمیز و گوارا کار خیلی سختی بود. تهرانی ها برای نگهداری آب انبار می ساختن. آبهای سطح جوبهایی که مملو از آلودگی بود بدون هیچ تصفیهی به آب انبارهای خونگی منتقل و باعث بروز بیماری های خطرناک می شد. تا جایی که جای زخم سالک روی گونه به نشونه تهرانی بودن معروف بود. در عصر ناصری آب قنات شاه که آب گوارایی هم داشت توی بشکه ها پر می شد و با گاری های معروف به گاری آبشاهی به کوچه ها و خیابونا برده می شد. از همون تاریخی که آقا محمد خان قاجار تهران رو پایتخت خودش کرد و شهرنشینی در تهران گسترش پیدا کرد، مسئله تأمین آب شرب پایتخت به عنوان یه مشکل اساسی مطرح بود. تنها راهی که وجود داشت حفر قنات‌های جدید و افزایش تعداد این قنات‌ها بود. یه لحظه صبر کنید. قبلاً یه ویدیوی جامع و کامل درباره تاریخ تهران از اول تا الانش ساختیم که جریان پایتخت شدن تهران رو هم اونجا گفتیم. اگر ندیدید حتما بعد از این ویدیو سراغش برید. برگردیم به داستانمون. اهمیت قنات و تأمین آب به قدری بود که افراد خیر و نیکوکار بخشی از داراییشون رو صرف ساخت قنات می‌کردن و این قنات‌ها رو وقف عام می‌کردن. سلطان صاحب قران هم در این بین بیکار ننشست و دستور حفر قناتی به نام قنات شاه رو داد و طی وقفنامه‌ای که سال 1235 شمسی تنظیم شده، ناصرالدین شاه قنات رو وقف عام کرده. آب این قنات تا زمان لوله کشی آب تهران در دهه 30 یعنی حدود 100 سال مورد استفاده اهالی تهران بود. این قنات که آب گوارا و مورد پسندی داشت از ترش جاری می شد و در مسیر خودش از خیابونای سلسبیل، پاستور، حافظ و قوام السلطنه می گذشت. در پشت ساختمون مرکزی بانک سپه شیرایی هم برای پر کردن بشکه ها تعبیه شده بود. بعد از اون امتداد پیدا می کرد و با گذر از زیر بانک سپه توی محوطه قورخونه به صورت آبنما می شد و در اونجا هم انشعاباتی پیدا می کرد و در نهایت در عمق 1 تا 2 متری به خیابون خیام، ارگ و بخشی از بازار می رسید. تهرانی ها حاضر بودن برای آب این قنات پول بیشتری پرداخت کنند. گاری های آبشاهی انقدر طرفدار داشت که کم کم بعضی فروشنده های آبشاهی به فکر سودجویی افتادن و آب نهرها رو هم داخل بشکه می ریختن و به عنوان آب قنات شاه عرضه می کردن. با ادامه این کار خلاف بیماری شیوع پیدا کرد و شهرداری هم مداخله کرد و برای اولین بار با پلمپ بشکه های آب یه نوع استاندارد محلی رو برای توزیع آب آشامیدنی رایج کرد. توی روزنامه اطلاعات 22 اردیبهشت سال 1317 اومده برای جلوگیری از تقلب صاحبان بشکه‌های آب و جلوگیری از اینکه این اشخاص آب‌های کثیف را به اسم آب منبع به خانواده‌ها بدهند، شهرداری تهران در همه بشکه‌ها را در محل پر کردن آب از قنات شاه با پلمب دارای عبارت بهداری شهرداری حمل می‌کند. اشخاص موقع گرفتن آب باید به پلمب دقت کنند و هرگاه سرب پلمب بشکه درست نباشد، علاوه بر امتناع از اخذ آب، نمره بشکه را به بهداری شهرداری اطلاع دهند. گاری‌های آبشاهی در تمام کوچه پس کوچه‌های تهران تردد می‌کردند و آب گوارا را به دست مردم می‌رسوندند. از سال 1306 شمسی بخشی از آب رودخونه کرج و قنات‌ها با لوله‌کشی محدود شیرای فشاری به محله‌ها رسید.
اما باز هم از لوله کشی خونگی خبری نبود. 12 سال بعد قرار شد یه شرکت فرانسوی پروژه لوله کشی آب تهران رو شروع کنه، اما از بد روزگار با شروع جنگ جهانی دوم این پروژه در قدم اول متوقف موند. اونطور که در بعضی منابع تاریخی اومده، در دوره پهلوی دوم بین سالهای 1334 تا 1347 بیش از 470 شیرفشاری توی چهارراه‌ها و اول کوچه ها و گذرا و همچنین میدونای اصلی شهر تهران نصب شد تا عموم مردم به آب بهداشتی و تمیز دسترسی داشته باشند. این شیرای فشاری اوایل بیشتر سهم اهالی مرکزی تهران مثل بازار و اودلاجان و دروازه آر و سنگلج شد. شیرای استوانه‌ای سیاه رنگی که از جنس فولاد و برنج بود. بالای استوانه هم دکمه بزرگ برنجی بود که با فشار دادن اون آب از شیر جاری می شد. البته این شیرای آب در بعضی محله ها مثل چهارراه حسن آباد ظاهر متفاوت تری داشت. مثل همین تصاویری که دارید می بینید. برای واژه شیر آب که توی فرهنگ شفاهی ما کاربرد زیادی هم داره، چند تا نظریه وجود داره. یکی این که در گذشته مخرج آب که در محله‌های عمومی نصب می‌شدن به شکل سر شیر بوده و از دهنشون آب بیرون می‌زده و به همین دلیل می‌گفتن بریم از شیر آب بیاریم یا از شیر آب بخوریم. در لغتنامه دهخدا درباره معنی شیر آب اومده در اصطلاح رختشویان به معنی آب کم بوده. شیراب یا شیرابه دادن به جامه‌ای که قبلا آن را با صابون شستند یا کمی آب بر رخت ریختند یا در کمی آب بار دیگر شستن و آب کشیدن. و شاید با توجه به حجم محدودی که از لوله های آب نسبت به چشمه و قنات و چاه بیرون می اومده از این اصطلاح استفاده می کردن. شما هم اگر اطلاعاتی درباره این واژه دارید یا خاطره ای از آبشاهی و شیرفشاری های قدیم دارید، خوشحال میشین برامون بنویسید. همراهیتون باعث افتخار و دلگرمی ماست و اگر از ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن ازمون حمایت کنید. اگر عاشق تهران و تاریخش هستید، این پلیلیست جذاب رو هم از دست ندید.